سلام وقت بخیر به برنامه خط کابل خوش آمدید. عربستان سعودی خواستار پیوستن افغانستان به ائتلاف 34 عضو کشورهای اسلامی برای مبارزه بر ضد دهشت افغانی شده است. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان گفته که در این مورد تحقیق میکند. در برنامه شام امروز خط کابل به بررسی همین موضوع میپردازیم و مهمانان هم در این برنامه آقای جمال الدین بدر ولی پیشین نورستان و خانم فتانه گیلانی رئیس اجتماعی زنان افغانستان با ما هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. آقای بدر، آنچه که بحث مبارزه و ائتلاف سعودی برای درخواستش برای پیوستن افغانستان به این ائتلاف می شود، ارزیابی شما در این مورد چی است؟ سلام به بینندگان عزیز. عربستان سعودی تقریبا چند مراحل پشتر گذاشتنده، یک زمانی بود که عربستان سعودی یک شیخنشین مطلق بود، طوری گمان میشد که رانکاری که مثلا جهان غرب میکنه بخصوص ایالات متحده امریکا، از علقه امریکایی چگاه بیرون نخواهد رفت. مرحله بعدی آمد که او وقت یک دو منطقه نسبی آرامش هم حاکم و حکم فرما بود. این طرف صدام حسین از اهداف عرب دفاع میکرد، از حریم عربا دفاع میکرد، او طرف دولت مصر خیلی ارتش قوی داشت و دیگه جاها هم اگر با عربستان سعودی اگر یگانگی یک نواخته اگر نمی بود، باز هم آرامش نسبی قایم بود، جا جنگ ما نمی دیدیم. و بعد از او صدام حسین با او مشکل که داشت سر با او سرنوشت دوچار شد، یعنی مصر در حالت فروپاشی، جنجالای داخلی خیلی زیاد داره، لیبیا با او حال، ولی فعلا یگانه کشوری که عربا را تقریبا زعامت میکنه گپ شنیده میشه، اضافه از اینکه مثلا مقامات متبرکه مسلمانان یا اماکن مقدسه مدینه منوره، مکه مکرمه و دیگه جاها را اینا متولی شان هستن، امی بود دینی شان همی قدر بود سیاسی شان هم بر از امی حوادث که ما گفتیم. عربستان سعودی آل مینه یک چهره خیلی باریز و شاخیص و سردار عربا آل خود عرضه کده و بالفعل همی طورم هست. یک نمونهش مثلا بر از اینکه 4 سال پیش عرب اسپرینگ یا بهار عربی شروع شد، دو وقت قضیه سوریه دیگه کشورها خود چون که بعد چند ماه قبلش یک طرفه شد، هم در تونس هم در مصر هم در لیبیا اما هم در یمن، اما آمد گفت سوریه در مسائل سوریه تقریبا عربستان سعودی با جهان غرب هم در تقابل قرار گرفت. چندین بار بود که در وقت خدا به امروز شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه سعودی بود، چندین مجالس احتجاجا مجلس ترک کرد، خلاف امریکا موازی گرفتن اونا، گفتن که ما به هیچ وجه باشه ما خواهان از این نیستیم که اسد در چاکی خود باشه. یک یوترن، یک قسم 180 درجه تغییرات در سیاست خارجی عربستان سعودی آمد، چون که سعودی احساس میکنه که همیشه به نام الهلال شیعی که نو عربی میگن، یعنی یا کمربند شیعی، از ایران تا عراق، از عراق تا دو حکومت هستن، بحرین اپوزیشنش یا مردمش اکثریت شیعه هست و در سوریه اقلیت حاکم شیعه است و در لبنان حزب الله یک سازمانی است که حکومت بیاز و چیز کرده نمیتوانه. گمان میکنه که بالاخره ما را معاشره میکنن و بالاخره آمدن مثلا حوثی های یمن که حدود 7 تا 10% مجموع نفوس یمن را تشکیل میدن، اینا هم با زور سلاح به نام انصار الله آمدن حکومت چپه کردن، حکومت بعد از خود گرفتن. بالاخره برای سعودی یک انذار بود، یک اخطاری بود، یک چیزی بود که سعودی بعد چیزی میکرد. و یک مسئله دوم که سابقا بودن که دیدین شما هم پادشاه عربستان سعودی هم ولیعهدشان هم و وزرای خانواده سلطنتی که بودن مربوط به او، اینا اغلبا عمرشان از 70 و اخیرا 65 بالا بودن، مردم های خیلی پیر بودن، سیاستشان هم تقریبا امتداد سیاست های قبلی بود، محافظه‌کارانه بود. بعد از اینکه امیر سلمان پادشاه شد، ملک سلمان شد، بعد از این یک تغییر کلی یا جذری در داخل خانواده سلطنتی آمد. مثلا برادرش به نام محمد بن نایفه ولیعهد اول ساخت که جوانتر است، چهره خیلی باریز در عربستان معرفی شده، بچه‌ش 35 ساله است، محمد بن سلمان وزیر دفاع ولیعهد دوم ساخت. و فعلا در تمام تصامیم یا قراراتی که عربستان سعودی در حساب حوزه و منطقه و جهان میگیره، بچه‌ش که به نام محمد بن سلمان است، همین آدم چی میگیره؟ ایجاد این ائتلاف چی؟ من میام سر از این. حالا فعلا ببین عربستان سعودی دو منطقه رسما اگر نباشه در مختلف جاها سرچک اتهام بسته شده که گویا که نا افراطی های سنی را که داعش چی دل خایده شده دیگه باشه، اینا به شکل از اشکال کمک میکنن. عربستان سعودی بالفعل علیه داعش در یک سال وارد جنگ است، تیارش میرن جنگ بمباری میکنن در عراق و سوریه بمباری میکنن، باز هم سرش اتهام وارد شده رئیس. امی آمد امی تشکیل می ائتلاف یک از سلسله های پالیسی که جناب محمد بن سلمان گرفته، از امو سلسله پالیسی خیلی جاریه یا پالیسی خیلی قوی تر بگوییم تبارز میته. و دوم عربستان میخواد که هم امی داغ چکن از خود کنه بشوی از خود، و دوم علیه ایران
یک نشان بده که اینجا ما هستیم که در جهان اسلام اکثریت داریم حرف ولا ما میزنیم نه ایران سپاسگزارم. ولی دیگه یک مسئله دیگر ما اگه وقت زیاد میگیریم بیشتر این ائتلاف جنبه مذهبی هم داره طبیعی است شاید داشته باشه ما چیزی که ما احساس میکنیم فعلا نمیست که مثلا عربستان سعودی یک تاریخ مردم گمان میکنه همو تو هم نیست چون که اگر القاعده یا داعش افراطی یا سنی اگر نام به قدرت برسه اولین خطر بر عربستان سعودی هستن بین آنوا در مخالفت از هر اندازه که میتوانن برن شاید برن سپاسگزارم خانم گیلانی شما هم میپذیرین که اگر افراطی های سنی مذهب مثل داعش و دیگر گروه ها به قدرت برسن به جان عربستان سعودی هم خواهند رفت و آیا این را هم میپذیرین که این عربستان سعودی بوده که در سالهای گذشته مبارزه کرده بر ضد داعش در سوریه و عراق این کشورها تشکر بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام احترام برای شما بر برادر محترم مبت بیننده محترمتون ببینید مسئله عربستان سعودی که یک جای مخصوصا زیارتگاه یا جای عبادت خاص مسلمان ها در سراسر جهان است تمام مسلمان های جهان بر عربستان سعودی همیشه احترام خاص داشتن و همه عالم دارن ولی چند چیزی که در ارتباط با حکومت سعودی تعلق میگیره که ما همیشه سر زو انتقاد کردیم میخواییم که یک بار دیگه او را بگویم مثلا در دوران جهاد مثلا قسمی که باید بعد از اینکه مثلا مجاهدین کامیاب شدن و کامیابی خداوند رساندشان عربستان سعودی خوب نقش بازی نکرد عربستان سعودی مثلا گروه های افراطی را مثلا وهابی ها را اینا را در افغانستان حمایت میکرد پولهای بی حساب آمد و مثلا مسائل زنا و حقوق بشر برآوردن دموکراسی و چراهای میانه را هیچ علاقه نداشت عربستان سعودی زمانی که طالب ها مثلا افغانستان مردم شهر گرفتن یا بر ضد زناشان عربستان سعودی یکی از کسایی بود که مایه کرد طالب ها را و هیچ وقت صدای خود نکشید مسئله عراق شما مثلا ببینید چه خونریزی با عراق صورت گرفت عربستان سعودی متاسفانه که هیچ یک نقش بازی نکرد سوریه را ببینید که یک قتل عام شد به سوریه صدای خود بلند نکرد مثلا فلسطین رو ببینید که در این سال چندین سال چندین ده هست که در خون غرق هستن متاسفانه کشمیر رو ببینید دیگه کشورهای اسلامی رو به خاطر است که ما همیشه رو میگم که کاش که عربستان سعودی همون احترام رو که جامعه مسلمان ها برش داشت همون رو به اون شکل درست چی میکرد و اگر نگاه افغانستان به این ائتلاف به پیونده چه؟ ما اینال میامن سر از این نقطه که اینال مثلا همون احترام کاش که نگاه میکرد یا ای که مثلا امیرا و شیخا و پادشاه هایی که همیشه صدایشان پیش مسلمان ها بسیار زیاد نفوذ داشت کاش که اینا ای اخلاق در پولی ای قدرت خود می داشتن که بر ضد جنگ می شدن بر ضد اسلحه می شدن بر ضد بازی استخباراتی می شدن مخصوصا در ارتباط مسئله افغانستان شما ببینید که تمام جهان آمد بر افغانستان کمک کرد ولی سعودی تا بال هیچ یک نقش بازی نکرده ولی می آید این ائتلاف ما نمیفهم که ائتلاف به خاطر چی است به خاطر از اینکه امو کتر که وزیر خارجی محترم افغانستان آقای صلاح الدین گفته که ما سر از فکر میکنیم باید سر از یک فکر درست جدی باید صورت بگیره ما از خاطر که بی باور شدیم سر بسیاری از اینا از خاطر نمیخوایم که حالا بگویم زود است که میریم آیکن میخوایم بفهم که ای به خاطر چی است چرا که اینجا ما نمیخوایم که اینا خدای نخواسته جنگ شوی و سونی شو و برای که بسیار کسای از اینا امی مشکل دارن شما میبینین که چرا مثلا امرای ایران یا امرای دیگر کشور یا سوریه یا افغانستان یا دیگر کشورهای اسلامی چرا عربستان سعودی نمونی از اخلاق اسلام و نمایش نگذاره و ما هر باری که میبینم که جامعه غربی میایه در تصمیم گیری های اول کشورهای اسلامی خود عق میتن و کشورهای اسلامی و کنفرانس کشورهای اسلامی یک نقش بازی نمیکنه اینمی خودش تاسف آور و دردآور عزیز که چطور رهبرای جهان اسلام اینقدر ضعیف و کم رنگ تشکر هستن. آقای بدر آنچه که در مورد عربستان سعودی مردم افغانستان دل خوش ندارن بیشتر که در یاد مردم است سالهای 1995 تا 2000 است از طالبان حمایت کرد طالبان به رسمیت شناخت مشاورین خود را برای طالبان فرستادن اینجا در افغانستان بعض از اتهامات همان گونه که شما گفتین هم علیه سعودی راجع میشه مانند حمایت از تنروان داعش در افغانستان، سوریه، عراق و این کشورها حتی تمویل مالی طالبان از سالهای 1990 تا حالا فکر میکنین با این حالت که با همین اتهامات که علیه سعودی است افغانستان عضو این ائتلاف شده به نظر من شاید پالیسی های دولت ها به اساس مصالح باشن به شکل دائمی
دو وقت اگر ما بگیریم که یک کس با کس حمایه کرده باشه، خیمی انگشت های اتهام به طرف امریکا هم برمیگرده. با اما بیشتر هدف این مذهبی است. حالا شما میبینین کشورهایی که بیشتر شیعه نشین هستن عضو این ائتلاف نیستن. فکر نمیکنین که افغانستان را در یک جهت افراطی سنی ها قرار میده دیگه؟ ما خود هیچ گاه طرفدار جنگ های شیعه و سنی در این جهان نیستیم. اما سعودی بوده هم باره؟ میشه که ما کمک تشریح کنیم بسان شما مداخله کنید. ببینید اگر مسئله طالبان در وقت باشه، در وقت این ترکمنستان هم با طالبان روابط داشت، پاکستان هم داشت، امارات هم داشت و سعودی هم داشت و امریکا در تاسیس نقش داشت. اما پولش شیخ‌های عرب پرداخت کردن، تدبیر کننده هم ثبوت نیست. ثبوت اما ثبوت بیشتر از پاکستان و امریکا بودن. مشاوران عربی اینجا حضور داشتن پیش طالبان. ببین دایجا سفارت سعودی نبود، سفارت سعودی در اسلام آباد بود، از جای اداره میشد. اما برای غیر مخاطبان غیر مخی بود. خب گفتیم امریکا هم بود. ما چرا از امریکا استقبال میکنیم؟ آن کسی دومی که از پالیسی سابقه عدول کرده باشه او را ما نمیمونیم. تو او وقت کرده زو بود عالم کتمان یای یک ایا ما کدام زوری هم داریم؟ اگر او کتمان نباشه ما کدام زوری هم داریم؟ کدام سیخل سیاسی در بدنه جهان اسلام داریم سرشان ما فشار بیاریم؟ ما نزدیک به 2 میلیون مهاجر در ایران داریم. این را هم توجه داشته باشین آقای بدر. به نظر من شاید اگر درست کلمات افاده شد پسان گپ بزنیم خوبتر میشه. و دو ببینین عربستان سعودی در سالایی که شما یاد میکنین یک تومتی است. ما طالب نشونیدیم که عربستان سعودی جگدان نقش حضور داشته باشه که با طالبا با جبهاتشان تمویل کرده باشه پول داده باشه. برعکس از این مثلا اولین جاده که در افغانستان یک پروژه خیلی کلانترین بود که به هموطنان ما شما تقدیم شد، پروژه سر کابل قندهار بود که با پول سعودی اعمار شده شد. یک کمکی بود. و این که ما شما در وقت خمار جهان غرب بودیم هیچ گونه خواستیم از جهان اسلام کمک بخوایم، چون که دلار خیلی زیاد می اومد، با ریال و با تومان و با کلدار چاره ما نمی شد. به خاطر ما هیچ گونه نگشتیم. ما پشت زیگا پا گفتیم که غرض آمریکا جا ماندنی است، پول خیلی فراوان داره، یا پان می آید یا مارک می آید یا مثلا یورو می آید یا دلار، از پایین ما هیچ گپ نمی زدیم. ما وگرنه وقت ما خیلی زمینه کار اشتغال زایی برای هموطنان ما در جهان عرب داشتیم. ما فرصت ها رو ما شما ضایع کردیم. ما و دیگه عربستان سعودی، ببین عربستان سعودی در وقتا به خاطر ما هر گپی که زد تبیز که اینا تجارب خیلی کارکنان دست شاسر افغانستان دارن خودشان دیدن. ولی ما برداشت ما طوری است که این دو وقت دولت خیلی قوی نبود که نقش خیلی قوی بازی کنه، چون جمله جهان اسلام در کل تصامیم جهانی خیلی نقش ضعیف داره، چی پاکستان باشه، چی عربستان باشه، چی ایران باشه، چی ما باشیم، چی کس دیگه باشه. عربستان سعودی پیشتر من گفتم سابق دولت خیلی محافظه کار بود. دامی روزا چون که در هر دو طرف حلیفایش پریدن نماندن، فقط ای آمده که چند سال میشه که رهبری جهان را به دست خود گرفته. در افغانستان هم شما ببینید، در افغانستان هم تقریبا چندین بار است که عربستان سعودی میخواست که در یک مرکز اسلامی را تاسیس کنه تحت اشراف دولت افغانستان، ولی ما شما تا حد صدای انداختیم که هیچ نماندیم که اونجا بیه. یک و دیگه ببین سعودی یک دولت است که بیشتر صدا کرد علی ایران. خب اما این را هم توجه داشته باشین، در مدارس دینی پاکستان همین عربا بودن که مصارفش پرداخت میکردن و این جونم و محصلین میامد خودشون میکردن. من نمیفهم. ببینین اگر شما کسی در کابل بوده و را برحق میدانستین این تومت ما قبول کنیم. ما در غیر از اون ما برعکس سوچ میکنیم. ما کسی در پاکستان بود، در مدارس عرب و غیر عرب و عجم که در مدارس اسلامی درس میخوند، این خانواده خواهر ما تقریبا در سران جهاد هستند، اونجا پاکستان به او مهاجرین به او اردوگاه ها به مردم خدمت کردن، اونجا عربی آمد یا عجم آمد هر کسی که میآمد خدمت کردن، اونجا درس خواندن من جان نمیدانیم. ما بلکه اون مردمای بودن، اون بچهای وطن بودن که از اونجا حکومت کمونیستی بود مردم نمیآمد، مردم مجبور شدن اون طرف رفتن. بازم اونجا هر کسی که با کس کمک کرد مجبور بودیم کمک میگرفتیم. ما ولی اونجا دو مدارس کدام دست افراطیت نبود، درس دین بود. عالم شما ببینین امور رهبرایی در پاکستان بودن، ببینین تا جای ازار ساختن آقای بدر. خب ولی به دینی تا حد رسیده بود که دیگه قابل تحمل نبود. خمیرم شما وزیر نگا، شما اگر شما ببینین آمدن شوروی رو توجیه میکنیم، مجبور است توجیه نمیکنیم. ببینین ما آمدن جهان اسلام رو توجیه کنیم، ما چه عربستان باشه، ایران باشه، کمک به مجاهدین درست، اما کمک به طالبان اشتباه سعودی بود یا نه در تقابل با یک جمع کلان مردم افغانستان؟ ببینین دو وقت اگر شما ما گفتیم که او وقت اینا کار کردن، دو وقت امریکا هم بود، خیلی نمون امریکا رو در سیاست افغانستان گونه از دیگه خود نمون امریکا رو در افغانستان نشناختن. همین انگلستان هم بود، انگلستان هم بود به رسمیت شناخت. ببینید آل جنگ افغانستان جنگ شی به مذهبی است، این را شما نمیتونین کار کنین. جهان هم نتوانست جنگ یک طرفه کنه، نشکست آدم میتونه. جهان عالم میگه که بیش نکته زو مردم گپ بزنین یک. و دیگه وقتی شما در جنگ هم نمیتوانین برنده باشین، هر مسلمان هم نمیخواین اینجا بیایم، ولی یک از عوامل جنگ یا انگیزه های جنگ در اطراف افغانستان را سر مردم تبلیغ میشه، میگه که بودن کافر در افغانستان است. ایره با شما نمیپذیریم، در اطراف همین تبلیغ است. حالی که کدام تحالف اسلامی،
کدام پیمان اسلامی میه میگه که ما می داعش میزنیم طالب میزنیم شما اونم نمیمونین خب بدیل بدیل چی دارین خب... امریکا برآمدگی یک دخبی امریکا برآمد انگلستان برآمد ناتو برآمد کشور منطقه با شما سیالی داره یک کشور که میه سنگر دشمن شما را میزنه شما اونم در تاریخ سنگر دشمن بر منافع خود میزنه نه بر منافع افغانستان اگر به منافع افغانستان میزد باید در سالهای گذشته میزد بس اگر اونها اهداف مذهبی خودت دنبال میکنن مذهبی خود ما هیچ گاه افغانستان نمی خوشبختی ما شما دارین مردم افغانستان سابق جنگا بودن جنگای قومی بود جنگای مذهبی خیلی کم بود در اینجا ما بافت با هم تا حدی داریم که ان شاء الله در وطن ما یقین داریم که هیچ گاهی اصلا نخواهد شد اینجا ولی عربستان در صدد شکستن نمیتونه اینجا نمیتونه ببین عربستان حال خود مشکل خود با داعش داره همین چند ماه پیش میبینین شما اصلا ماه پیش به این سود در یک ماه یک بار دو بار حمله انتحاری داخل مساجد عربستان سعودی میشه اینا داعش میکنه اینا خودشان مسئولیت قبول میکنه پس عربستان سعودی میگه که ما سابق خرچی بودیم ولی دشمن شما دشمن ما است دیگه شما قبول نمیکنین سوال ما میشه است که شما در جایگاه قرار دارین که عربستان سعودی امریکا کلش شما جواب بدین سپاسگزارم تشکر پس از وقفه کوتاه در این برنامه سلام دوباره خانم گیلانی فکر میکنین که سعودی ها واقعا میخواین که با دشمنان و مردم افغانستان که داعش طالب است مبارزه بکنن ما طرفدار این از امید دیگه ایش نیستم که دیگه یک روز یک گروپ سعودی بیا یک گروپ دیگه از یک کشور دیگه بیا و چل کشور غربی هم در اینجا هست و این نظام خودم ما اینجا وجود داره بازم خودم نخواسته افغانستان رو بگیرم به یک نام دیگه مثلا به جنگ بندازن ما خود بخی مخالف از این سیاست ها و می بازی هستم عربستان سعودی هم باید کوشش کنه که در این بازی نبین افغانستان فکر میکنین که در این بازی باید بی‌طرف باقی بمونه ما طرفدار از این هستم که افغانستان راه خود پیدا کنه دیگه افغانستان کافی استعمال شد افغانستان کافی استعمال شده روان است افغانستان بسیار جهان بازی داد افغانستان باید بسیار احتیاط کنه برو با سیاست های بی‌طرفانه پیش از 40 سال پیش از 4 دهه پیش اشتراکات که افغانستان در منطقه یک کشور تقریبا مستقل بود سر بلند بود با عزت بود با حیثیت بود نه عرب پشتش می آمد از واشنگتن نه انگلیس در این بازی های منطقوی طرف واقع گردد چه؟ ما فکر میکنم که عربستان سعودی رو باید پیدا کنه که داعش کی مایه میکنه داعش از کجا آمده داعش از کجا چطور پیدا شده داعش کی پیسه میده کی اسلحه میده به اون خاطر است که ما طرفدار از این نیستم و مخصوصا در افغانستان در این وضعیتی که ما قرار داریم ما زیادتر طرفدار از این هستیم کاش که شیخ های عربستان سعودی یا پادشاه عربستان سعودی یا وزیر دفاعش خارجش میامد اینجا برای صلح افغانستان برای آشتی ملی افغانستان اینجا میامد اتفاقا چند بار و... گفتن که ممکن دفاتر باز شوه و میزبان کل گپای از اینها اونم قسم گپای است که فقط رسانه یک بار یک تصویر میندازن دیگه هیچ دیگه کاری که یک ملت مسلمان ازش انتظار داره متاسفانه کرده نتونست میبینین در زمان بعد از شکست شوروی وقتی که مجاهدین به کامیابی رسید یعنی وقتی که مجاهدین من میگم ملت مجاهد یعنی مردم مسلمان افغانستان کلش مجاهد بود یک تعداد کم خلق پرچم بود که سر زوم هیچ نمیخوایم گپ بزنم ولی وقتی که این ملت مجاهد به کامیابی رسید اینمی عربستان سعودی هیچ وقت گروهای میانه را و کمک نکرد همیشه گروهای تند را و همیشه اخوانی را همیشه گروه های افراطی را کمک کرد به خاطر است که ما امید میکنم که عربستان سعودی از دقت کار بگیره و ما با صلح نیاز داریم ما را کس دیگه آلی دست خود نسازد تشکر حرف داشتن آقای بدر بفرمایید شما میتونید افغانستان طرف نباشه آلی او جنگ برای افغانستان پیمان به خاطر افغانستان جور نشده به خاطر خلاف داعش جور شده آیا ما به طرف داعش بریم که با عربستان جور نشیم همین سوال است هم ایران هم میخواد داعش بزنه عربستان هم میخواد اون را بزنه ولی ما در کدام طرف بریم طرف داعش بریم طرف طالب بریم ما میگه که ما میایم دشمن شما را میزنیم شما کتی ما باشین دیگه ما شک داریم که شما سابقه های کار کرده بودین خیمی چرا ما چرا کتی غربی های کار این اتهام که سعودی ها داعش را اتهام تو بی ثبوت مثلا اتهام که افراطی آدمای افراطی خود حتی از زندان ها به کشورهای دیگه فرستادن که ببینن اتهام تا وقتی ثبوت نمیشه اتهام است حالا چرا این سوال رو میتونید بگید آقای امیر شما بگین که وقتی او میگه که دشمن شما را میزنه ما یه دماقی هستیم که او را مسرت کنیم اینجا ما طرف داعش بریم ما طرف طالب بریم او خود نمیاد اردو ملی ما را خود نمیزنه همون جایی که ما شما نشان گذاری میکنید داعش طالب از او را میزنه دیگه ما شک کنیم خیلی آخر ملت کدام طرف بر امریکا آمد گفتن که امریکا جنگ به خاطر اهداف خود میکنه خیلی مت شما در دنیا کشور نشان بدین که هیچ هدف داشتن باشه فقط نوکر ما شما باشه بیا جنگ کنه ما تو کدام کشور در هیچ دنیا وجود نداره تشکر سپاسگزارم آقای بدر با خانم گیلانی از حضورتان در خط کابل و تشکر از شما بیننده ها که این برنامه را دنبال کردین حالا یک گزارش کوتاه در همین مورد آماده است تماشا کنین تا دیدار بعد خدا نگهدار